با گذشت 6 ماه از سقوط نظام قبلی و تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور با هرج و مرج مالی و افزایش میزان بیکاری مواجه بوده است. توقف و یا کاهش کمک‌های جهانی برای افغانستان در 6 ماه گذشته موجب بحران بشری در این کشور شده است. کشوری که از قبل به دلیل چندین دهه جنگ ویران شده بود. سید مجتبی سادات که قبلا به عنوان فوتوژورنالیست و فیلمبردار در دفتر سابق رسانه‌های حکومت و صندوق حمایت ملی ژورنالیستان افغانستان کار می‌کرد، میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در بیکاری و وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد. وضعیت اقتصادی ما به کلی خراب صفر و کسی که بیکار میشه طبعاً تو اقتصاد خراب میشه. اقتصاد ما خراب است، بیکار است، کاروبار نداره، از این تکسی چلانی هم چیز جور نمیشه. مجتبی میگوید که در 6 ماه گذشته تلاش‌هایش برای دریافت کار بی‌نتیجه بوده است. در هی حکومت منظور شما کس که ما پس یعنی وظیفه داشته باشم تپ تلاش بسیار کرده رفته ولی حال بیکار است. این باشنده کابل در حال از بیکاری شاکی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از نصف جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد دست و گریبانند. انتونیو گوتریش منشی عمومی این سازمان اخیراً هشدار داد که افغانستان به دلیل مواجه بودن میلیون ها نفر جمعیت این کشور با گرسنگی و عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و اجتماعی در لبه سقوط قرار دارد. 6 ماه پس از تسلط طالبان افغانستان در یک نخ آویزان است. برای افغان ها زندگی روزمره به یک جهنم یخ زده مبدل شده است. با وجود تعهد حکومت طالبان مبنی بر تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و رسیدگی به بحران بشری در این کشور، افغانستان یکی از دشوارترین آزمون‌های اقتصادی و مالی خود را تجربه می‌کند. برخی از متخصصین اقتصاد به این باورند که طالبان پس از سپری کردن 6 ماه هنوز هم به مانند یک دولت نه، بلکه به مانند یک گروه عمل می‌کنند. سید مسعود، استاد سابق پوهنتون کابل، میگوید که طالبان باید در تعاملات خود 3 اصل عمده را رعایت کنند. در حقیقت خود بنیس یک نیرویی که وظایف دولتی را انجام میدن و مکلفیت های خاص در مقابل مردم دارن باید ببینن. حرکات دوم، تعاملات سیاسی را برای منطقه و جهان یاد بکنن. ما نمیتونیم بدون تعامل سیاسی، طالبان نمیتونه بدون تعامل سیاسی از این بنبست بسیار کلان بگذره. و سومین حرکت عبارت مسئله جمع شدن یا مسئله همسو شدن با او جنبش ها و شخصیت ها و تفکر و طرز تفکری که در درون کشور وجود داره و در منطقه وجود داره و در جهان وجود داره باید طالبان ایجادش کنند. به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان یکی از عوامل است که به باور آقای مسعود عملکرد جامعه جهانی را برای رسیدگی به وضعیت شکننده افغانستان با کندی مواجه ساخته است. از لحاظ حقوقی تمامی سازمان‌های بین‌المللی، تمامی کشورهای بین‌المللی، تمامی کشورهای بزرگ میتونند که کمک کنند افغانستان تنها با دولت در خطون روابط دارند و این روابط دولت ایجاد میکنند. شما هیچ دولت را ندیدین که با گروپ که نظامی باشه و در سر اقتدار باشه و حاکمیت داشته باشه با او تعامل انجام بدن. از این رو من فکر میکنم که این یک پروبلم برای چی از برای جهان است که با کی طرف است. وضعیت رو به وخامت اقتصادی افغانستان و فشارهای جامعه جهانی سبب شد تا حکومت ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را برای کمک‌های بشری به این کشور تخصیص بدهد. اقدامی که با واکنش‌های متفاوت روبرو شد. حامیان این اقدام می‌گویند که نجات جان افغان‌ها باید در اولویت قرار داده شود. اما منتقدین می‌گویند که ذخایر ارزی افغانستان پشتوانه پول ملی این کشور بوده و با مصرف آن برای مقاصد بشردوستانه افغانی سرانجام ارزش خود را از دست می دهد و از سوی هم حکومت ایالات متحده صلاحیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت این پول را ندارد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.